افتاری را ای کمک که عزیزی بانگ امروز البته انجام دادن ببریم به طرف شفاخانه معتادی ببینیم که معتادایی که البته توسط ریاست شهرداری کابل جمع آوری شده بودن آیا اونا صحتمند شدن و یا خیر چه دیگه خسته شدم از زندگی که بوجی در پشتم بود بیا در قوطی پیپسی بوتل جمع میکردم از این زندگی دیگه خسته شده بودم پشیمان شده بودم حال از حکومت خوش هستم که ما را آورده اینجا او با خوشی فامیل ما آمدیم او از همه هموطنان خواهش میکنم که بس دیگه بگوین این عملا و بیاین که جور شاین بخیر به افغانستان مزار خدمت شو این دیگه نام خدا میبینم جور شدی صحتمند بله بله چقدر عالی شما رو که میبینم که دیگه صحتمند شدین جور شدین خودم رو گیم میگیرم انرژی میگیرم بله میکنیم پتی ما کمکت بر ما نان آورد ما خوردیم یعنی تابال تو غذا ما اینجا نخورده بودیم تابال ای رقم غذا نخوردیم نه والا نخوردیم در گذشته از گذشته برم قصه کن چطور شد چی باید شد خودت معتاد شدی؟ یعنی ما معتاد شدیم زیاد ده سال میشه معتاد بودم فهمیدید یعنی پدر و مادر بر ما زیاد تو زور میکرد که مثلا همه عمل ترک و فهمیدی ما ترک نمیکردم باز مادر جانم بریم گفت باز ما عمل ترک کردم زیاد خوش هستم از مادرم فهمید پنج طفل دارم سه بچه دو دختر بخاطر هم ما اومدم که ترک کنم یعنی بخاطر اومدم که خانواده من پس سرپای خودم بسازم والا گفتنی هم میدارم که من از پیش از اونا خواهش میکنم از یک بیادر آواره که اما بیان نجات پیدا کنن از این مرض اما این مرض جاد یک خانمان سوز است که نه اولاد میمانه نه زن میمانه نه زندگی میمانه باید بیان نجات پیدا کنن از این بنی آدم از های یک دیگرن که در آفرینش زی یک گوهرن چوز و بدر تاورت روزگار دیگر روزها را نماند قرار سلام و درود خدمت تمامی شما هموطنان عزیز ما میدارو که جور صحت سلامت باشین ماه مبارک رمضان را و خوبی و خوشی سپری نمایید دوستان عزیز امروز آمدیم باز هم به دفتر از زیبا کمک های از زیبا و بانک اسلامی ادامه داره و چهار روز امروز میشه که اینا کمک میکنن ما همچنان امروز تصمیم گرفتیم که این افطاری را این کمک که از زیبا امروز البته انجام دادن ببریم به طرف شفاخانه معتادین ببینیم که معتادایی که البته توسط ریاست شهرداری کابل جمع آوری شده بودن آیا اونا صحتمند شدن و یا خیر چه مدت مانده که اونها بخیر صحتمند شوه و جور شوند بریم امروز به طرف شفاخانه معتادین شما بیننده برنامه ما باشین و ما را تا آخرین لحظات همراه باشین فعلا آمدیم به طرف صوفی رستوران ببینیم که امروز کدام غذاها رو در نظر گرفته از دیبان و بانک اسلامی که به افراد نیازمند توزیع داشته باشه و ای که شما رو مشاهده میکنین دیگه اما بسته بندی ها صورت گرفته و چند ساعته که البته به افطار میمونن اینا آمادگی میگیرن تا به خاطری که آماده شون و برن اما غذایی که امروز تهیه کردن برای هموطنان نیازمند ما بسپارن البته عزیزی بان و بانک اسلامی در نظر داره که به سطح شهر و مکانهای مختلف که واقعا امروز سخت به کمک نیاز دارن برایشون بفرستن اینم دیگه افطاریام آماده است و آشپزام مثل هر روز مصروف امو پختن غذا است سلام علیکم خوب هستی سلامت خیر هست سلام خوب بخیر هستی این هر روز دیگه اول تا میگیریم تشکر از خوب هستی ان شاء الله چطور بود امروز کار بارتون چطور گذشت خوب بود نه جلا دیگه کار هم روز تو دام داره دیگه بخی شاید فکر کنم که خودت آمخته شده باشی هر روز دیگه اگر کدام روز نباشه شاید دق بیاری ما دق کار نکنم ما مریض میشم به خاطر که عادت کردیم باز میشه یک سوال داشته باشم این که تماما غذا رو خودت پخته میکنی یا ای که مثلا گوشت یک نفر پخته میکنه کلش من خودم میکنم سر بشک والا خب منطقه منطقه هم شاگرده که هستن که باز برنجا میارن او میارن منتظرم دیگه کل دانه و حساب و دمداریش خودم میکنم نام خدا بشک با چند نفر در زیر دست شما میباشه؟ شش نفر هست شش نفر میباشه نام خدا چند دیگه پخته کردی؟ پانزده دیگه پانزده دیگه باره از ساعت چند بجه؟ از ساعت ده بجه، نونیم بجه شروع میکنم نام خدا بشکت
نه دیگه آشپزم تمام کده کار خوده بسته بندیش مونده دیگه من دیگه یک دو دقیقه مونده بله دروغ میگه 4 دقیقه مونده بله 4 دقیقه دیگه یکی یه دو تا دیگه اونجا مونده خلاص بیام داخل شیشه خب این که کم مونده من از خاطر تشکر از اینکه امروز مصاحبه کردید سلام زنده باشید بله دوستا بیننده برنامه ما باشین ما فعلا در صوفی رستوران اومدیم و یکی اینا هر روز اینجا آشپزی میکنن دیگه روی صحنه البته رستوران هم کاملا چرب شده میخوایم که امروی هموطنان ما صحبت های داشته باشم می که امو بسته‌بندی ها رو میبرن انتقال میتن به مکان های مختلف و اونا رو بسته‌بندی میکنن در موتر میمونن و میبرن به طرف نیازمندان سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم زنده باشید چطور بود کاربار امروز؟ شکر است میذارم شما مسئولیت کدام بخش دارین مصروف کدام کارا میکنید فقط بسته‌بندی میکنید بسته‌بندی میکنید بسیار خوب یادم گرفتی آشپزی یا خیر؟ حالا خوب است دیگه کم مقدر خونه کدام غذاها رو پخته کردن میکنی؟ تخم خب اگر یک روز خودت از وجه آشپز بگوین که چی که باید میشه؟ نه او که خواه اصلا منو میرسن نمیرسن؟ میشه انشالله اتمن تشکر از اینکه امرایم صحبت که سلام زنده باشین بیننده برنامه باشین دوستا ما فعلا در صوفی رستوران هستم و یک شما رو مشاهده میکنن دیگه دیگه تمام شده همشه البته آماده کردن و بسته‌بندی صورت گرفته و میخواییم برون به طرف امو بسته‌بندی های ببینیم که بسته‌بندی هایشون به کجا رسیده و حالا دیگه ادامه دارد امو بسته‌بندی هایشون بینید تا آخرین لحظات ما رو همراه باشین دوستان عزیز و ما میخواییم که امروی کارمندان این ساحه صحبت داشته باشم سلام علیکم علیکم خوب هستی صحبت خوب بخیر خسته نباشی نباشین چطور بود کاربار امروز شکر از مگذره والا خوب هست خوب مگذره نی مصروف هستین که مای مبارک رمضان رو نخواد بفهمین آه دیگه در آدم تاثیر میکنه دیگه واسه مجبوری ثواب نه دیگه هوار سکی نام خدا چقدر خوب هوا دیگه اینه نباید تاثیر کنه بخاطر خودت پیش آشپز تو نیستی که پیش آشپز فقط یگان زربان که چی صحبت کنه خب مزایم خود خیلی نمیشه تشکر از اینکه امروز صحبت کردید سلام زنده باشید دوستا بیننده برنامه ما باشین و میخوایم امروی هموطنان ما صحبت داشته باشیم که ایجا مصروف کارستان سلام علیکم سلام خوب هستی شما بخیر سلامت سلامت زنده باشین میشه اسمت بگوی نامت بگوی اسم رامین است رامین جان خودت مصروف کدام بخش می باشی باز اگه ماه مبارک رمضان نباشه و قرار دادم که با عزیزان تمام شوه بله مسئولیت در این رستوران چی می باشه مسئولیت ما دیگه فقط دیگه چیز نیست دیگه ما فقط میریم خانه یک روز کار شوم میایم الوجز از این که باز میماندار نمی باشین دیگه میماندار بعض وقت مردم محفل میگیره بعض وقت ختم است بعض وقت هر رقم محفل هاست باز میایم پس میایم از مو رستوران از کاکایم است پوپل سایف باز هر وقت کار شوم نیاز شوم میایم بسیار خوب یعنی باز هموطنان مکالبته محفل خوشی داشته باشن دیگه عزیز به خانم انتقال میتن بله یا بله خوش بس خود خودانا میتن به رستوران بگیریم بله یا سالون بالا داریم میمان یا مهمانخانه داریم سالون کلان داریم همه چیز است بسیار کجا رسیده بسته‌بندی هایتن بسته‌بندی دیگه 3000 جور شده چقدر دیگهش مونده؟ 1000 دیگهش مونده دیگه خیلی کمش مونده انشاءالله توکل به خدا تشکر از اینکه اونایی صحبت کردی سلام زنده باشید بله دوستا فعلا البته در بخش بسته‌بندی بودم و میخوایم برون ببینیم که به چه تعداد از مواد غذایی بسته‌بندی شده بیننده برنامه ما باشین برنامه ما ادامه داره در ادامه برنامه هستیم دوستان عزیز فعلا دیگه ما از البته از صوفی رستوران اومدیم صوفی رستوران هم دیگه غذاش آماده بود محترم در حال پر شدن بود و موتر ما تکمیل شد میریم به طرف شبخانه معتادین و تا آخرین لحظات ما را همراه باشین در ادامه برنامه هستیم دوستان فعلا از دفتر عزیزی با ما البته حرکت کردیم آمدیم به طرف شفاخانه معتادین که محترم دیگه آمدن و همو افطار که امروز تهیه کرده بود مواد غذایی را داخل شفاخانه بردن و ما میخوایم بریم به طرف این شفاخانه و ببینیم که چطور است آیا مریضایی که در این شفاخانه بودن صحتیاب شدن و یا خیر و آیا در این شفاخانه کدام معتاد دیگر همچنان آوردن و یا خیر بیننده برنامه ما باشین برنامه ما ادامه داره در ادامه برنامه هستیم دوستان عزیز و فعلا اومدیم به شفاخانه معتاد میخوایم که امروز دکتر صاحب صحبت های داشته باشیم سلام دکتر صاحب خوب هستین سلام بخیر سلام میشه خودم معرفی کنین
هوشمند قریشی هستم، مدیر عمومی کارمندان اجتماعی مرکز 453 تداعی متولین مواد مخدر جنگلک. بسیار خوب. چطور است مریضا؟ مریضا فضل خدا وضعیت صحیشان خوب است. ادویه و نان و غذا و یایشان به وقتشان تجویز میشه. شما میبینید نوکری والا هم است. کدام مشکل خاص ندارد. بسیار خوب. چند روز گذشته البته متعدار جمع‌آوری کرده بودند. درست است؟ آیا فعلا شما جمع‌آوری کردین از جای مکان‌های مختلف آوردن؟ خب وزارت صحت عامه به هماهنگی مهنت مبارزه با مواد مخدر این پروسه را بالای آده پیش دارن. مریضای بیست بدون سرپناه را جمع‌آوری میکنن. ما در دو کمپ امید و کمپ شهرداری در اونجا مریضا را ما جمع‌آوری کردیم. خدمات سی برشان میرسه، کدام مشکل ندارن. در این روزا هم مریضا جمع‌آوری میشن، خدمات سی برشان میرسه، کدام مشکل ندارن. و مدت چقدر وقت پیش شما بستری میباشد؟ دوره تداوی ما برای کاهلان مدت 45 روز است. در این شفاخانه در 45 روز که مرحله دیتاکسیفیکیشنشون 15 روز اول است و 30 روز دیگهش مرحله ریابلیتیشن است که مرحله بازسوانایی است. بسیار خوب. در این شفاخانه آیا تنها مردا بسترس یا اینکه خانما و طفلا هم چنان هستند؟ ما در خود کابل 3 شفاخانه نوجوانان داریم. شفاخانه بخش مردانه جدا است و بخش زنها و اطفال جدا است. زنها و اطفال در بخش شفاخانه جدا هستند و مردان هم در اینجا بستر هستند. تشکر از اینکه امروی ما صحبت کردید. سلام، زنده باشین. برای دوستا بیننده برنامه ما باشین و کمک های از زیبا و بانک اسلامی افغانستان ادامه داره. ما میخواییم بریم به طرف شفاخانه. برنامه هستیم دوستان، از فعلا آمدیم به داخل شفاخانه و میخواییم برون به طرف تامخانه مریضای این شفاخانه و ببینیم که البته کارمندان از زیبانگ هم دیگه تلاش میکنن که امو بسته های غذایی را ببرن بالا تامخانه و اونا را دسترخانه آوار کنن و تمام مریضای این شفاخانه را بشنن و امروز برشان نان بدن. بینیده برنامه ما بشن، ما میریم به طرف تامخانه این شفاخانه. برنامه هستیم دوستان عزیز و فعلا آمدیم تامخانه مریضان این شفاخانه که شما را هم که مشاهده میکنین دیگه مریضان در حال خوردن غذا هستن و میخواییم که امروی بعضی هایشان صحبت داشته باشم ببینیم که چطور هستن، آیا تداوی شدن. سلام علیکم. خوب هستین؟ سلام، زنده باشین. خوب هستین انشاءالله؟ الحمدلله خوب. خوب شده انشاءالله از وقت؟ بخیر 100%. شکر، خوب شدید. چند روز میشه که خودت بستر هستی؟ از من 21 روز. 21 روز. چقدر وقت مونده که بخوای تمام شوه بستری؟ تقریبا دیگه 24 روز دیگه مونده. 24 روز مونده. 24 روز مونده. 40 روز. 45 روز است، یعنی 21 روز شده، 24 مونده. چقدر خوش هستی که اینه بخوای یک؟ والا زیاد خوش هستیم دیگه. خب مقصد از او حالات چی برای من بسیار زیاد خوش هستی. خود در کدام ساعت بیشتر می بودی مواد استفاده می کردی؟ من از جمعه گرفتم می رفتم خانه. خانه می رفتم. در جمعواری آمدی آورده؟ نه خودم آمدم. خودم آمدم. خودم آمدم بازی بگه امون روز که آمدم گفت پیواز نداری؟ گفت پیواز هست در خانه سر. گفت خیر پیواز بیار. باز من رفتم پیواز آوردم. چطور است روی مریض؟ البته دکترها چطور است؟ والا دکترها خوب است، رویشان خوب است. خوب است، چیزی امکانات که باشه یا در خدمت است. یکون کمک ممک می آید بر تو؟ نه، اولین کمک می آمده تیم مدید ما خانه تر ما. این کمک هم که از طرف عزیزی بانک و بانک اسلامی افغانستان است. چقدر خوب است که یکون سر کمک شد بر شما مریضایی که انشالله بخی جور شوید. بسیار خوب است که اینی طرف یک نظر کنن این مردم. علی بیرا چون که چیز کم کم است تعداد مواد خوراکیشان، اینی یکان کمک کشا بسیار مفید است. خوب است. بسیار خوب. فامیل هم داری عروسی کردی؟ بله بله. اولاد چند دانه داری؟ اولاد 4 تا دیگه، 3 بچه 1 دختر. چی باعث شد که خودت بیای خود بستری کنی؟ والا خودم خواستم که بیام بستری کنم. از حالات چی خو زمین ما سعید نبود، اگر ما قبلا می آمدم که اینجا باید تداوی شوم تصمیم گرفتم که برم پاکستان تداوی کنم.
خب بعد چی که گویی جد جنگاره که جد جنگاره که تداوی میشه بعد خودم آمدم تدبیر میکنم میگم اینجا تداوی میشه. زنده باشی تا شما. خیلی من تداوی شه این جور شه این شما صحت صحت من ببینیم. نوش جان کنی نان تانه تشکر از این کامرای ما صحبت کردیم. بله دوستا در ادامه برنامه هستیم و میخواییم برون به طرف مریضای شفاخانه و امرایشون صحبت های داشته باشون ببینیم که کدامشون امرای ما میخواه صحبت کنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین صحت من؟ شکر الحمدلله. سلام علیکم. نام تان چیست؟ اسم زفر همچه بگم. زفر هستین. بله. زفر جان خودت چطور اومدی طرف شفاخانه خود بستر کنی؟ والا امشیده جان ام یک 8 سال میشه ما عمل کردم دیگه خسته شدم از زندگی که بوجیده پشتم بود بیا در قوطی پیپسی بوتل جمع میکردم از این زندگی دیگه خسته شده بودم پشیمان شده بودم حالا از حکومت خوش هستم که ما رو آورده اینجا و با خوشی فامیل ما آمدیم و از همه اماتنانم خواهش میکنم که بس دیگه بگوین این عملا و بیاین که جور شوین بخیر با افغانستان مزار خدمت شو. کدام مواد رو خودت استفاده میکردی؟ امشیرا جان عزیز با بالا پودر شیشه تریاک اما چیز آله از خدا خود شکر میکشم که اینجا است مجور میشم بخیر انشاءالله بخیر شما صحت یاب شوین و ما رو خود دان صحت من ببینیم چطور روی دکتران چطور امرایتان خوب روی هم میکنن؟ والا صبح که میشم میان ویزیت میکنم ما را پرسان میکنه چی مشکل دارن فشار ما را سعی میکنه فشار ما را سعی میکنه هر روز بعد از شبانه دوا می تو صبح می تو دوا پرسان میکنه خوب روی خوب میکنه از جان خوش هستیم خداوند خیرشان بده. در گذشته که مواد استفاده نمیکردی چی کار میکردی؟ خودم منصوب بودم منصوب اردوی ملی بودم. بسیار خوب تشکر از اینکه امروز ما صحبت کردید نوش جان شما. بله دوستا کمک های از بانک و بانک اسلامی ادامه داره و امروز هم تصمیم گرفتن که بیان به شفاخانه به مریضای شفاخانه معتادین کمک داشته باشن. میخوایم امروز بعضی از مریضای دیگری که در اینجا حضور دارن صحبت داشته باشن ببینیم که کدام شان امروز ما میتون میخواد که صحبت کنه. سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی خوب هستید بخیر هستید من. چند روز میشه بستر هستی؟ تقریبا 40 روز میشه. 40 روز میشه. بله. اینا دیگه نام خدا جور شدی خیر. بله ها ان شاء الله جور شده ما. خیر ببینیم شما. خیر ببینیم. زحمت کشیدید. خودتون کدام مواد استفاده میکردید؟ ما شیشه استفاده میکردم. شیشه است. بله. چطور شد که خودتون یک بار رو بیارین به طرف این مواد و شیشه استفاده کنید؟ باعث این شد که فامیل ما دیگه خسته شد که ما خودم تصمیم گرفتم طرف شفاخانه آمدم و تقریبا در حدود 40 روز که میگه تیر کردیم یا خوب تداوی شد و انشاءالله جور شدیم و از شما هم تشکری میکنیم از شفاخانه از کلتان دیگه. نانتون چطور است؟ برتون نان میتنسی؟ نان بله خوب است. نان خوب است. خوب یک درک مریض هستیم دیگه باید قناعت کنیم خوب است. نان امروز چطور بود نانتون که از زیبان و بانک اسلامی برتون نان روان کردم چطور بود نانتون؟ این نان بسیار خوب نان بود. خیر ببینه خودتان به دست خود دادی بسیار خوب کار شده. تشکر. همی که دیگه بخیر جور شدی صحت من شدی این می آرزوی ماست. سلامت زنده باشی از این که امروی ما صحبت کردی. بیننده برنامه ما باشین دوستان عزیز و می خواهیم برون به طرف مریضای معتادینی که امروز اینجا نشستن از کمک عزیزی بانک مستفید شدن و ببینیم که کدام از سلام علیکم خوب هستین صحت من؟ زنده باشین بخیر باشین. سلامت زنده باشین. چطور بود نان امروز؟ خوب بود. خوب بود. بله. دیگر روزا چی میخوردین غذا؟ برنج سوپ میدادن شیر شوام لوبیا. شوام لوبیا. بله. خودت در جمعواری آوردن شفاخانه انتقال دادن یا ای که خودت بدل خودت آمدی؟ من خودم اقدام کردم به خاطر خانواده مون. به خاطر فامیل؟ بله. فامیل چند نفر هستین؟ عروسی کردی؟ بله عروسی کردم. 5 طفل دارم 3 بچه 2 دختر. به خاطر هم اومدم که ترک کنم. یعنی ما به خاطر اومدم که خانواده من پس سرپای خودم بسازم. خودت چطور شد که یک بار بری مواد استفاده کنی و معتاد شوی؟ اون مشکلات خانوادگی بود به خاطرم علت دودان بچه‌کایم هم در مکتب شامل کردم در شارنه هستن به خاطر همین علت اومدم که جور کنم زحمت کنم که خانواده من پس. چند سال خودت معتاد بودی؟ 6 سال. 6 سال. بله. در 6 سال چطور باز میکردی؟ کارو میکردی؟ کار میکردم بله کار میکردم.
فلسکاری میکردم. بله. باز این دولت آمد، این دولت به خاطر که میگفت که جمع‌آوری رقم کارا میشد، ما گفتم باش که همی خانواده ما به خاطر خانواده ما پس کوشش کنیم. دوی دولت خود می آمدن جمع‌آوری میکردن، میبردن در شفاخانه ها، پس میرفتن ترک میکردن. ما اولین ترک ما همینجا بود، آمده بودم این پیر دوم هم هست. بسیار کار نکردید. انشالله بخیر شما رو صحتیاب شوین، صحتمند شوین، جور صحت سلامت ببینیم. تشکر از اینکه امروی ما صحبت کردید. زنده باشین. تشکر. بیننده برنامه ما باشین دوستان عزیز، برنامه ما ادامه داره. ما فعلا در شفاخانه معتادین هستم و عمو غذایی که از زیبان و بانک اسلامی افغانستان در نظر گرفته شده برایشان توزیع کنیم بفرستیم. برنامه ما ادامه داره. این دوستان در فن شفاخانه معتادین هستم. میخوام برای یکی از مریضای این شفاخانه صحبت داشته باشم. سلام علیکم. خوب هستی صحتمند؟ خوب هستم جان. تو میگی سلام باشی. ایده دیگه نام خدا میبینم جور شدی صحتمند؟ بله بله. چقدر خوب، چقدر عالی. شما رو که میبینم که دیگه صحتمند شدین، جور شدین، خودم روحیه میگیرم، انرژی میگیرم. بله. خب از این برام بگویید که در گذشته کدام مواد استفاده میکردین؟ والله شیرا جان شیشه استفاده میکردم. شیشه. چند سال شیشه استفاده کردید؟ مدت 7 سال. مدت 7 سال. بله. خیلی زیاد هم بوده. بله. کدام صحت بیشتر میبودی؟ مطلبتون رو نگرفتم. در کدام جای بیشتر میشیشتی میبودی مواد؟ والله من خودم در شخصا در خانه استفاده میکردم. در خانه استفاده میکردم. کته امی متادا دیگه سر کار ما کته متادا بودن. بله. او وقتی که بسیار زیاد وضعیت هم خراب بود و بعض اوقات هم مریضایی که مریض بودن میرفتن سایه پل سوخته میشیشتن. بله. چقدر خوب شده از او قاید که حال فعلا چقدر خوب شده؟ خیلی 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 خوب شده. از او حالات کرده دیگه صحتمند شدیم، اخلاق ما درست شده، خانواده ما که ما خوب هستن، او جان میگیرن. چطور شد که خودت یک بار معتاد شدی؟ ما خودم در ایران امتحان شدم، عملی شدم. بله. در ایران شما معتاد شدین و خب حالا دیگه فعلا شکر خوب هستی، آرزوی صحت سلامتی تا میکنم. شکر خوب هستی. از فامیلت برام بگو، عروسی کردی؟ عروسی نامزاد شدیم. نه نامزاد. واو چه خالی میشه. بله. اینا دیگه نامزاد هم شدی دیگه، حالا دیگه تشکیل خانواده میکنی؟ بله دیگه، حالا دیگه خانواده همو گپ خانواده ما قبول میکنیم دیگه. حالا نامزاد هم شدیم. برای همون نامزاد ما دیگه بس هست دیگه. مادر جان میایه یگان رو میدیدنت میایه؟ مادر جان خب فعلا آمده، بیادر جان هم آمده بود، دین روز نه پری روز آمده بودن. مادر جان هم میایه دیگه، چهارشنبه میایه بخیر. چقدر سخت بود زندگی برات وقتی که خودت مریض بودی و همچنان هر نفر برات امرای روی خراب میکردن؟ چقدر برات سخت تمام میشه؟ والا خیلی سخت تمام میشه. یعنی از اون کرا که آدم زنده نباشه اصلا خوب است. خیلی مشکل بود. بازم میگم امروز شما آمدین اینجا تداوی میشین، این میک کلان گپ هسته. خوش باشی، بخیر جور شایی و بخیر عرصی کنی، سلامت زنده باشین. بیننده برنامه ما باشین دوستان عزیز، برنامه ما ادامه داره و میخواییم برم به طرف هموطنان ما که امروز مریض هستن. برنامه ما ادامه داره، ما رو بیننده باشین. در ادامه برنامه هستیم دوستان عزیز و فعلا کنار یکی از مریضای این شفاخانه استاد هستم. میخوام امروزشون صحبت‌های داشته باشم. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام. خوب هستم شیرا؟ بخیر. خیر خیر بخیر. نامتون چیست؟ نامم سارگل. بسیار خوب. چطور امروز خسته مال میشی؟ والا خسته هستم دیگه، کار نیست اینجا. بار نیست، من خواب بودیم، ششته بودیم. تو باز شما رو دیدیم، زیاد خوش شدیم. از عزیزی بانک زیاد تشکر میکنیم که ما کمک کرد، برای ما نان آورد، ما خوردیم. یعنی تابال تو غذا ما اینجا نخورده بودیم. تابال این رقم غذا نخورده؟ نه والا نخورد. در گذشته از گذشته برم قصه کو، چطور شد؟ چی باعث شد خودت معتاد شدی؟ یعنی ما معتاد شدیم زیاد دید. 10 سال میشه معتاد بودم، فهمیدی؟ یعنی پدر و مادر برام زیاد تو زور میگد که مثلا همه عمل ترک و فهمیدی ما ترک نمیگدم. باز مادر جانم برام گفت، باز ما عمل ترک کردم. زیاد خوش هستم از مادرم، فهمیدی؟ و
دیگه خوش هستی، شکر که گپ مادر جان تا قبول کردی، امروز آمدی خدا تداوی کردی. کدام جایا میشیشتی مواد استفاده میکردی؟ یعنی ده خانه استفاده میکردم، ده کمپانی میرفتم، یعنی ده کوټه زنگی میرفتم وزیر پول، یعنی ما مواد استفاده میکردیم. زیاد خوش هستیم ما که علمال تر کردیم، یعنی ما شکر جور شدیم، حالی خوش هستیم. دزیر پر سوخته گفتیم دزیر پر سوخته اونجا که دیگه بسیار زیاد یک جای نسبتا خوب نبود. خوب نبود ما چقدر خوب شده که اینجا آمدین. عزیز زندگی ما خوش هستیم که علی عمل تر کردیم آمدیم اینجا، زیاد خوش هستیم. یک جوان تشکر میکنم از عزیزی بان که قدیما کمک کرد. شکر که خوب هستی. در گذشته چی کار میکردی؟ در گذشته ما بوت لیلامی سفده میکردیم، بوت پروژی میکردیم. انشاءالله بخیر جور صحت سلامت باشی و خود خوب ببینیم. تشکر از شما. تشکر دک جان، تشکر از عزیزی بان. بله دوستو، در ادامه برنامه ما را همراه باشین، میخوایم که امروی همتنان رو صحبت داشته باشم. بله سلام علیکم. خوب هستی؟ سلام خیر هستی؟ زنده باشی. نامتان چیست؟ پختو با در تو هم خیلی بفرمایید. مقبول نون داد گل دی. چقدر خوب. چطور شد که آمدی به طرف شفاخانه؟ ولاد دل خود آمدم، نه پای خود آمدم، خپل پښور علم خپل اختیار میو چې ما ول د کور نه پاره شکر اولادونو لرم، بچان لرم، زامن لرم، شرزه لرم، ما ول خپل د اولاد د پاره خپل زامن د پاره ځان جوړ کوم، ځان ټیټ کوم، بیا ولارتم د خیر. اولادات گفتید که برش خدا تداوی کوي یا بدل خود؟ نه بدل خپل پزړه رالم. بسیار کار نه انجام ده. خپل پزړه رالم. دا گذشته چی کار میکردی؟ موچی بودیم، ما خودی موچی تو بیمه خودیم. چطور شد که یک بارگی بری مواد استفاده کنی موتا چوی؟ والا قیمتی آمد دیگه، واسی ما کار نمیکرد، زوری ما کار نمیکرد، گوتی ما مال داغه چی واس مکار نکی، زور مکار نکی، چی داغه بلارد و زن بستر کو، داغه نشه پرید و خپل کور و کورنی تا زن جور کشد. چطور بود نان شفاخانه چطور از برتان؟ سی وقت نان میته؟ آه میته خو، میته خو، خیر ببینه خو. امروز نانش چطور بود که عزیزی بانگ برتون؟ والا عزیزی بانگ دی خیر بسی، الله پاک دی جنتون نور پر نصیب که دیر شو که الله پاک دی خیرات پر کبول که الله پاک دی اج اکبر تا بوزی اج پو که. تشکر از اینکه امروی ما صحبت کدی، سلامت زنده بشی، بخی جور و صحت سلامت شوی. خیر بسی بارک الله دی تا هم جنتون در که خود تشکر سلامت. میخوایم امروی یکی از مرزوی این شفاخانه همچون صحب. سلام علیم سفر جان جور، شکر ده پل جور رو خیر روز. خودت ده جمعواری آوردن یا ای که؟ یا پیواز می راو، پل مور می راو استنگل. مادر جان تو آوردی؟ واو مور می راو. کدام مواد استفاده می کدی؟ شیشه می زدی. چرا می زدی شیشه باید؟ بس و بلا افتای پدا عمل گرفتار کرلو بس. ده پل دوا خزی لرم واده می کردی، ده دوا ودونو می کردی. سلور می اولادونه دی. و خب بس خدای پاک چی یو عمل که یو سره گرفتاره که بیا نکی گیرم. خب منگ دا عزیزی بانگ سا بس خوشحال و سلو خدای پاک دی اجرون و جنتون و پنصیب که چیز منگ سر دا کمک کرده دی اللہ دی هم پا دیا دنیا هم پا غد دنیا اجر ورگی و چیز منگ سر کمک و که خیر دی وزی. انشاءالله که شما رو بخیر صحتیاب شوین، جور صحت سلامت باشین. از گذشته برم بگو چقدر زندگی سرد سخت بود؟ حالا زندگی نو کلاکو سلور کال و پنزه کال که چی ماشومو چیز کوی می داغ عمل مو دوی چار داغ چشه کرشتال دا چول عمل مو کوی بس دل ترالو خپل بخواخ مور می راوستلو بیا دلی ور سر رالو بس دا شپگوش شپی می که چی دلیم بس دا اوسو شپه نور پاته دی ده خیره چی اوزو بس دختر است بس خوشحاله نور ده عمل نکو بس. تشکر از اینکه امروی ما صحبت کردی. دیر من آنها. خیر بس. سلامت. طور دیدم. بله دوستو در ادامه برنامه سیم و ما رو فیلن میخواییم که امروی همتنان ما صحبت داشته باشم و ببینیم که دیگه حالا میخوان که مقدار دیگر از مواد غذایی کارمندان عزیزی بام توضیح کنن و میخوان که امروی یکی از مریضای این شفاخانه صحبت کنم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی سلمان؟ شکر جور باشی. کارمند هستیم فکر کنم. بله پرم رضاکار هستیم. ما گفتم مریض. صفاکار هستیم شما. چطور است کامروی کاربر چطور است؟ والا خوب است، میخوام امروز خودت تیر کنیم دیگه اینجا صد اونتش. بله. چقدر خوب شد کمی برادران که البته مریض بودن امروز شفاخانه آورده شده تداوی شدن. والا خیلی خوش هستیم ما از چیز که ما از اگه درد بعد ما نجات پیدا کردیم بالاخره. البته
افراد که بیشتر به این مواد امروز آغشته هستند چی گفتنی داری برشان و یا بعضی هایی که شوقش هم میکنن که برن یوان چیزی بگیرن و استفاده کنن برشان چی گفتنی داری؟ والا گفتنی هم میدارم که من پیش از اونا خواهش میکنم بزید یک بیادر آواره که اما بیان نجات پیدا کنن از این مرض، اما این مرض جاد یک خانمان سوز است که نه اولاد میمانن، نه زن میمانن، نه زندگی میمانن، باید بیان نجات پیدا کنن از این بهترین وقت است که برشان بیان باید کار شما رو دیگه قابل قدر است ای که میاین البته اینجا خدمت میکنین برای هموطنان تون بسیار زیاد کار نیکنین چه کنیم وظیفه ما دیگه باید بکنیم که چون مریضای جدید هستن ما از چه روز مطیر شده اونا مریضای جدید هست باید برشان خدمت کنیم بیادرهای ما هستن کی بکنه برشان تشکر از اینکه امروز صحبت کردید تشکر زنده باشی خیر ببینید بله دوستان برنامه ما ادامه داره و یک مقدار البته غذای دیگری که مانده بود کارمندان عزیزی با اونا هم همچنان توزیع کردن و میخوایم که امروز مریضای دیگر همچنان صحبت داشته باشن برنامه ما ادامه دارد شما بیننده برنامه ما باشید دوستان عزیز فعلا شفاخانه معتادین است میخوام برای مریضای شفاخانه صحبت داشته باشم سلام علیکم و علیکم السلام خوش آمدید برای من خیر بود درست و خسارت شما خوب خیرتی سرش بکن میشه اسم کنم بگید اسم من حمید الله فهمیدی من از لوگر هستم فهمیدی یک مریض معتادین هستم فهمیدی شفاخانه جنگلک بستر هستم در جمع آوری آوردید یا اینکه خودت به دل خود آمدی نه من پایواز دارم خودم آمدم پور جان بله خودم چه خبر کار نیک انجام دادی بله چطور شد که خودت به این مواد آغشته شدی رو بیاری بله ما در خارج از کشور فهمیدیم آمدیم فهمیدیم عمل آمدیم به ایران مسافر بودی بله مسافر بودیم بله کدام مواد را استفاده میکردی همین پودر و شیشه استفاده میکردیم فامیل هم داری؟ بله بله چند سال مدت چند سال خودت مواد استفاده کردی؟ یک 15 سال میشه 15 سال استفاده کردی؟ بله واقعا خیلی زیاد هم هستی که چطور که اقدام نکدی و تداوی شدن؟ خوب دیگه نشو فامیل آنه شد فامیل آمده میگم این ساعت من چیم جور بشه بسیار کارنیک انجام دادین بله ای که خودتان آمدین بستری کردین و بستر شدین اینمی بسیار کارنیک هست میاین فامیل میاین خودتا میبینن بله میاین میاین پایواز دارم میاین بعضی هستم پایواز ندارن از ولایت لغمان آوردن بچه ها را بسیار فهمیدی پایواز ندارن دیگه نان که شفاخانه کم از کمشون میرسن گرسنه هستن چقدر سخت بود بر زندگی بله 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 تشکر از اینکه امروز ما صحبت کردید سلام زنده باشین بیننده برنامه ما باشین و برنامه ما ادامه داره دوستا هسته هسته رسیدیم به قسمت پایانی برنامه و ما رو امروز خواستیم که از کمک های از زیبانگ البته خودشان در زیر نظر گرفته بودن که به شفاخانه معتادین امو غذایی را تهیه کنند که امروز آوردنک و دوستا قدرهان آنقدر مریضا خوش شده بود با این غذا و میگفتن که تا جایی که مشونیده میگفتن که خیر ببین از زیبانگ بخاطر که بسیار زیاد خوش شده بودی بود برنامه ما که امروز برای شما برنامه داشتیم خدا کنه مورد دید علاقه شما قرار گرفته باشه تا برنامه بعدی که مده خدمتتان قرار میگیم شما رو به خدا یک تماس میگیرم